بفرمایید میخواستم بدانم که راه های به اصطلاح به دست آوردن اعتماد یا یعنی اینکه اعتماد به نفس اینکه اعتماد به نفس در مراحل مختلف آدم من دست نده چه کارهایی داره میخواستم بله. راهنمایی بفرمایید حتما بگذارید که اول بهتون بگم این کتاب عزت نفس یا سلف بله. استیم که مال متیو مکه و ترجمهش برگردانش دکتر مهرناز شهرارای بسیار ترجمه من نگاه کردم چون اصل کتاب من خونده بودم این ترجمه بسیار بسیار خوب ترجمه شده تو ایران هم در دسترستون هست این کتاب رو میتونین بخونین خیلی راهکارهای عملی میده برای اینکه چگونه آدم میتونه حرمت ذاتش بالا ببره یه سی دی دو تا سی دی من دارم یکی از سی دی ها هست اعتماد به نفس حرمت ذات یه سی دی دیگه هست ویتامین های عاطفی اینو الان اگر روی سایت برین میبینین اگه عضو باشین یعنی 50 دلار برای یه سال داده باشین همه 50 60 سی دی رو موضوع مختلف میتونین گوش کنین اگر نه عضو نیستین این دوتا رو میتونین الان برین رو سایت و تهیه کنین به طور کلی اعتماد به نفس رابطه مستقیمی داره با سلف افیکسی یا کارآمدی یک انسان یعنی یکی از منابع اعتماد به نفس ما این هست که ما از عهده کارها و امورات خودمون بر بیایم خب این یکی بره. از یکی از راهاشه یک راه دیگه هم این هست که ما چقدر با احساسات خودمون هر چه که هستن در درون ما صرف نظر از قضاوت دنیای بیرون چقدر آشناییم و چقدر در صلحیم خب چقدر آشناییم و چقدر در صلحیم به طور کلی تو اون ن... سیدی اعتماد به نفس من تمام مراحلی که اعتماد به نفس و حرمت ذات در یه بچه فرم میگیره اون تو توضیح دادم ولی اصول خیلی ساده شو که هر مادر و پدری باید بدونه اینه که بچه ها از بچگی با اعتماد به نفس به دنیا نمیان بلکه از بچگی با میل به کنجکاوی، شوق به تجربه و نداشتن مهارت ولی عدم آگاهی از نداشتن مهارت یعنی وقتی بچه خط میکشه میگه گربه یا پیشی یا کت واقعا باورش اینه که این گربه پیشی یا کته اون موقع مادر و پدری که میشینن و به بچه میگن اوه چه پیشی خوشگلی میخوای میتونی چشاشو به من نشون بدی میتونی گوشاشو به من نشون بدی میتونی دومشو نشون بدی بچم نشون میده واو جالبه این داره به بچه هسته ها یا سکه های طلای اعتماد به نفس رو میندازه یا اینکه بچه میاد یه خط میکشه میگه گربه حالا مادر پدر خیلی از بیخربم نه حالا مادر پدر مثلا تحصیل کرده نه عزیز دلم قربونت برم بیا ببین گربه برای اینجوری میکشن گوش داره اینجوری تنش اینجوریه سیبیلاش اینجوریه این, این همونجا داره این احساسی که من بلد بودم گربه بکشم تو بچه میکشه و اون وقت وقتی صدها از این تجربه ها برای بچه اتفاق میفته بچه دیگه اصلا قلم و بر نمیداره میاد میگه مامان بابا یه گربه بکشین واسه من خب بنابراین بنابر نکشتن شوق تجربه و کنجکاوی و کمک کردن به بچه برای بالا رفتن درکش از جهان که داره اکتشاف میکنه کشف میکنه بسیار بسیار مهمه مثلا الان صحبت خشم بود من اینو تو نوه خودم مثلا دیدم که یه موقع یکی حالا فرض کنید به من یه هم میاد میگه که من تو رو دیگه دوست ندارم I don't like you حالا به انگلیسی معمولا حرف میزنم فارسی هم یه ذره یه خیلی کم دارن یاد میگیرن ولی به هر حال میگه من تو رو دوست ندارم بعد مادرش یهو میاد میشینه کنارش میگه آ مثلا کمی جون یا اسمشو میبره میگه که انگار که تو عصبانی شدی یا فراستریتی یا یه چیزی سرخوردت کرده یا از یه چیزی آزرده شدی چی اتفاق افتاد؟ اون وقت اون میگه که مثلا من داشتم با این پتو این واقعا اتفاق افتاده با این پتو من داشتم خونه میساختم و مادر بزرگ اومد پتو رو تا کرد گذاشت کنار بعد مادره میگه او حتما حق با تو بوده که ناراحت بشی حتما مادر بزرگ نفهمیده که تو متوجه نشده که تو داشتی خونه میساختی ساختی بذار صدا کنیم ازش سوال کنیم هان ایده خوبیه اون میگه آره صدا میکنن بعد میگه میدونستی که اه, کمی داشت با این پتو خونه میساخت؟ بعد مثلا من میگم که اه, نه او تو باید مادر بزرگ بیشتر مواظب باشی وقتی بچه ها دارن بازی میکنن تو باید ببینی که اینا با چیا دارن چیکار میکنن و اینا بعد من میگم که او همساری من متاسفم که نفهمیدم این کار کردم اون وقت مادر میپرسه که حالا حست بهتره برای اینکه مادر بزرگ نمیدونست که تو داری با پتو بازی میکنی حالا بهتره بعد میگه نه میگه که خب چیکار کنیم که تو حست بهتر بشه میگه باید ازم هم عذرخواهی کنه بعد ما گردنمون از مبارکتر عذرخواهی میکنیم اون وقت وقتی عذرخواهی میکنیم میگیم حالا حست بهتره میگه آره آره I feel much better الان دیگه حسم خیلی بهتره حالا تو همه یه سناریوی به این سادگی ببین چی اون وقت مادر برمیگرده میگه که حالا چی فکر میکنی؟ اگر بعد از این وقتی که از یه چیزی آزرده ای به جای اینکه بگی من تو رو دوست ندارم بگی که من آزردم این چطوره؟ بعد اون یهو میخنده میگه آره میگه فکر بهتری نیست میگه آره خب پس دفعه دیگه وقتی ما آزرده ایم میگیم که ما آزرده ایم بعد اون, اون طرفم میفهمه که ما رو آزرده کرده حالا تو کل این ماجرا داره چی اتفاق میفته اولا حس بچه محترم شمرده میشه یعنی اون به خاطر حرفی که زده بله بله آدم با مادر بزرگش اونجوری حرف میزنه از این شوخی نداریم اون با مادر بزرگ همون جوری حرف میزنه که تجربیاتش و کلماتش و احساساتش اجازه میده این وظیفه ماست که به تدریج از طریق کوچینگ و مدیریت تجربیات او تجربیات بهتر رو جایگزین کنیم حالا بچه ای که وقت به تدریج که بزرگ میشه خودش رو محترم ببینه حقوقش رو ارزشمند ببینه ببینه که دیگران نمیتونن هر کاری رو با او کنن و به تدریج مهارت پیدا کنه در اینکه به محیط خودش رو حالی کنه این بچه حرمت ذات و اعتماد به نفس بالا پیدا میکنه بل بل. من اینو تو سیدی های اعتماد به نفس مفصل تر توضیح دادم یعنی یه ذره بیش